برویم سر این داستان معجزه. معجزه، بله، معجزه از عجز هست. معجزه در لغت یعنی این که کسی کاری انجام بدهد که دیگران از انجام آن عاجز باشند. معجزه. و تا اونجایی که هر سبب که به تاریخ این ادیان یهودی واسه بگیم، ادیان یهودی، ادیان ابراهیمی یعنی چی؟ اینا همه بر سفره آیین یهود نشستن. اسلام عزیز یک رونویسی است از آیین یهود. آیین ابراهیمی و یعنی چه آیین ابراهیمی؟ اینجا میگن جود کریستین کالچر، یعنی فرهنگ یهودی مسیحی. چیزی از آسمان کتاب و پیغام و نوشته و فکس و این چیزها از آسمان ممکن نیست، امکان ندارد چنین چیزی. آمدن گفتن که بله، از شرایط رسول یعنی پیامبران این است که معجزه بکنن. معجزه کردن یعنی این که شما کاری انجام بدهید که قوانین طبیعت رو در یک لحظه از کار بیندازید. مثلا بنده بخوام معجزه کنم روی هوا راه برم، این لازمش این است که در اون لحظه ای که من اراده میکنم که روی هوا قدم بزنم و یا پرواز بکنم، چون بال ندارم، هر شد که در اون لحظه قانون جاذبه به طور کل از بین بره، بنده بتوانم روی هوا معلق بشم. یا اینکه بنده بخوام روی آب حرکت کنم، روی آب را بروم، همونطوری که این دروغگویان قدیم میگفتن، لازمش این است که ناگهان وزن مخصوص بنده که از گوشت و در واقع مواد عالی است و بیشتر از آب سنگین تر هستن، اینها یعنی از یک بیشتر هستن، ناگهان وزن مخصوص اینا بشه باید مثلا ممیز مثلا 2/10 تا من بتوانم روی آب راه بروم. یعنی باید قانون طبیعت اینجا شکسته بشه و از میون بره تا من بتوانم معجزه کنم. یا اینکه اگر بنده بخوام تصمیم بگیرم با یک الاغ، ناگهان نهید به این الاغ بکنم و این الاغ هر شبات که شروع کنه به حرکت به طرف آسمان ها و اینها، لازمه چند چیزه اونجا، چندین قانون باید تغییر بکنه تا این الاغ بتواند به طرف آسمان حرکت بکنه. نیل شکافت و یهودیان از اون تو آمدن بیرون و نمیدونم شق القمر شد و عصای موسی اژدها شد، اینا هیچ کدام شاهد عینی نبوده. اینا همش داستان های نادرست دروغی نیست که کسانی که علاقمند بودن، دلبسته این مذاهب بودن، این چیزها رو ساخت. حضرت مولای متقیان در یک شب در 40 منزل شام میخورد. یا حضرت عرض کنم که سامر الائمه با 2 گام به خراسان رسید مثلا، از اینجور حرفا. یعنی آدم های دانای خردمند هرگز از این سخنان نمیگفتن. هرچه جامعه بیشتر به انحطاط برود، از این سخنان بیشتر رواج پیدا میکنه. نشانه های انحطاطه، یعنی این دیوانگری که ما سخنانی بگوییم که در واقع ریشه خرافی داشته باشد نشانه انحطاط هست. یک روزگاری در مملکت ما حدود قرن 4 روزگار آزمونگرایی بوده، روزگار تشکیک و تردید در این سخنان بوده، روزگار آزمونهای علمی بوده. یک آدم های بزرگی مثل رازی، مثل به خصوص ابو ریحان بیرونی، اینها پدران ما هستند. یعنی این فرهنگ در مملکت ما رایج بوده. چگونه شد که به این انحطاط و بیچارگی و بدبختی افتادیم که این کتاب ها نوشته شد که برای شما میخوانم؟ تاریخ هایگوسیه نوشته خوندمیر. من امروز خدمت شما برای که ببینید جامعه چگونه به انحطاط میرود، 2 کتاب آوردم خدمت شما. تاریخ نامه طبری مجلد 3 ترجمه تاریخ طبری است به روزگار سامانیان نسل 1000 سال پیش، و تاریخ هفتسیه که این آقا به حدود سال 930 فوت شده، یعنی قریب 23-24 سالی از حکومت صفویان هم گذشته بوده که ایشون فوت شده. 2 مطلب رو یعنی در واقع خدمت شما خواهم خوند. یکی در واقع از تاریخ طبری در باب رحلت رسول، فوت ایشان و سخنانی که مورخ گفته، همه خردمندانه بدون حشو و زوائد و موهومات. یکی هم این مورخی که میتوانم بگویم قریب
500 سال شاید بعد از این مرد تاریخ نویسی کرده، مقایسه میکنیم ببینید چگونه جامعه به انحطاط میرود. خب من ابتدا از تا بخاطر این به شما نشان بده، این بیشتر در واقع به 600 سال بیشتر نزدیک است تا 500، این سهل اللسان رو بربنده میبخشه. خب اینجا من میخوانم خدمت شما تا شما دریابید که چگونه مورخ در واقع، چگونه تاریخ نویسی در واقع نمونه ای از حرکت جامعه است به انحطاط رفت و مقایسه میکنیم تاریخ طبری رو، تاریخ نامه طبری رو با تاریخ حلوسیر. عرض کنم که یک مردی بود به نام میرخاند. میرخاند شاید اولین مورخ مهم شیعه است بعد از مغول، روزت الصفا رو نوشته. ما مورخان خارجی رو داریم که در روزگار صفوی آمدن، میگویند که این شیعیان ایران روزت الصفا میخوانند، یعنی تاریخ‌های مهم اسلام رو میگویند این ملاعین سنی نوشتن، مثل طبری و واقدی و همه این بزرگان، ابن خلدون و غیره، اینا رو دور ریختن روزت الصفا چسبیدن و نشان میدن که این شیعیان چه میزان مردمان بیسوادی بودن. اصولا شیعیان مردمان فقیر بیچاره بیدانشی بودند، بیشتر در دامنه کوههای در حوزه شهرها به اسارت بین اینها آدم فرزانه و دانشمند خیلی خیلی اندک بوده و وقتی هم زور دست اینها افتاده، هر مهملی که به قلمشان آمده نوشتن. در واقع وقتی که از کنم که پادشاهی صفوی آمده به جهات بسیار که یکیش علاقه شخصی بوده، یکیش موضوع هویت ملی و نگهداشت ایران بوده، اینها دروغو کم آوردن، گفتن آقا آخوند شیعه به قدر کافی نداریم، چه بکنی؟ شهرهایی که در ایران عرض کنم که به تشیع پای می‌فشردن شیعه بودن از قدیمی، قم بوده است و کاشان بوده، سبزوار، اینا مهماش بوده. گفتن آقا آخوند شیعه نداریم به قدر کافی. گفت چه بکنیم؟ از جبل عامل، یعنی در همین منطقه لبنان، دروغو از اونجا می‌آوریم. شیخ بهاءالدین عاملی مثلا فرض کنید نشان میده که مال کجاست. اینا آخوند شیعه از اونجا وارد کرده بودن برای به هم بافتن دروغ ها و گسترش فقه جعفری و آیین حقه اسلام اشعریه. یکی از اونا بوده، یعنی به سال 930 که میگوییم، در واقع سال 930 سال وفات شاه اسماعیل هم هست. این آقا بله نوه میرخوند، خوند میر، نوه میرخوند هست و مجلدات بسیار زخمی هم پرداخته به نام تاریخ حبیرالسیر که من برای شما میخوانم. خب ببینید اینجا به چه سادگی و به چه درستی طبری در باب وفات پیغمبر صحبت کرده و که چه داشت و چه نداشت. ذکر اسبان و چارپای از اجناس عرض کنم که مراکب و مراجل پیغمبر را علیه السلام 7 اسب بود. ببینید چه میزان ساده و درسته، چیز شگفت‌انگیزی عرض کنم زیر پای گذاشتن قوانین طبیعتی چیزی در این نیست. گزارش مقام آقا 7 اسب داشت و رسم عرب چنان بودی که اسبان را نام نهادندی. نخستین اسبی که پیغمبر را بود، اسبی بود که از اعرابی خریده بود از قبیله بنی فزاره و روز احد بر او نشسته بود. ببینید که چقدر درسته و چه شفاف و روشن، بدون اینکه آسمان و ریسمان به هم بوافد، گزارش میکنند که پیامبر اسلام چه چیزهایی داشت و سه اشتر بودش ماده که بر ایشان نشستی، جمازه یکی را قصوا و اون بوبعض خریده بود به مکه و فربه کرده وقت هجرت را، یعنی فربه کرده بود از برای منظور هجرت. و پیغمبر اون شب که از غار بیامد، بوبرخ این اشتر پیش آورد. پیغمبر اون اشتر را از او بخواست به بها، پولشو میدم. بوبرخ گفتا یا رسول الله به 800 درم خریدم. پیغمبر اون قصفا از ابوبکر به 400 درم بخرید و برنشست و هجرت کرد. یه تاریخ نویسی، این درسته؟ یه چیز غیر عادی حجمی ما نمیبینیم. پیغمبر علیه السلام 7 بوز ماده داشت شیر را که هر روزی بامداد به گیاه بردندی و شبانگاه باز آوردندی و شیرشان بدوشیدندی. به به چقدر زیباست.
خب و اون کس که ایشان را به گیاه بردی نام او ایمن بود و این بزن را عجوه و زمزم و سقیا و برکه و اطلال و اطراف نام گذار کرده بودن. اشکالی هم نداره، خیلی هم زیباست. ذکر دبیران پیغمبر، پیغمبر را علیه السلام 10 دبیر بود، یعنی کسانی که قرآن می نوشتن، گروهی اون بودن که وحی نوشتندی و گروهی اون که شمار صدقات نوشتندی و شمار ارتفاعها و برها که از خیبر و فدک و وادی القرا بیاوردندی. از ایشانی که عثمان بود و دیگر علی ابن ابی طالب، البته علی هرگز کاتب قرآن نبود، یادتونه. سه دیگر خالد ابن سعید و چهارم بله برادرش عبار ابن سعید و همینجور توضیح داده. هفتم زید ابن ثابت و هشتم عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد بله و نهم معاویه ابن ابی سفیان. اینا گزارش های تاریخی است، درست هم هست. ما مقابله در میاریم که طبری جز راست سخنی نگفته و تا اونجا که به معجزه مربوط است، همین داستان قرآن و اینها که خیلی خیلی شهرت داشته و یقه پیامبر رو میگرفتن که آقا معجزه کن، میگو آقا انا بشر مثل کن، من بشر مثلکم یعنی که منم مثل شما هستم، آقا اگه شما میتوانید بپرید منم میپرم، من آدمم مثل شما. و یه فرزندی داشتن ایشان به نام ابوالقاسم که ایشون مرد، بگیم ابوالقاسم اسمش در واقع قاسم بوده، ابوالقاسم ابوالقاسم کنیت رسول است، یعنی پدر قاسم. قاسم فوت شده، اتفاقا اون روز کسوف واقع شده بوده، اعراف شروع کردن به این سخن که آقا به خاطر مرگ پسر رسول بود که خورشید گرفت، اینا بسیار برآشفته از این سخن و دعوت کرد اینا رو اعراب رو به مسجد که آقا این سخن مهمل رو نگوین، چه ربطی داره مرگ بچه من با گرفتن خورشید؟ یه کار به قول معروف سماوی است و ربطی به مرگ بچه من ندارد، یعنی از این خرافه جلوگیری کرده. داستان قرآن، معجزه قرآن که البته مغلطه است که خدمتتون عرض کنم، مغلطه بردن آف پروف هست، شما اگه اون کار کردی که من کردم، خب ما گلستان سعدی رو بر میداریم میگیم که آقا اگر جن و انس جمع شود همچی کتابی نمی آورد، همینجور هم هست، 700 ساله دارن زور میزنن کسی نه برد، یه شاهنامه فردوسی 1000 ساله زور میزنن هیچ، یا غزل های حافظ بگه میشه مثل غزل های حافظ آورد؟ یه مغالطه بوده در واقع، شاید هم به اجباری مغلطه شده. خب میخونم ببینید چه ساده و حقیقی موجز و مختصر طبری مطلب نوشته. خب ببینید مثلا فوت ایشون رو من میخونم، ببینید چیز عجیب غریب مغلطه درش نیست. میگوید چنین گویند، چنین گویند، با تشکیک صحبت میکنه طبری، آدم عالم هرگز با قاطعیت حرف نمیزنه، اندکی تردید. ببینید میگوید چنین گویند که پیغمبر علیه السلام به ذوالحجه در سال دهم، دهم حجه، حجت الوداع، حجت سال دهم حجت الوداع کرد و هم در مکه نالان شد، یعنی بعد از حجت الوداع نالان شد، یعنی مریض شد، بیمار شد و به مدینه باز آمد و روزی چند برا آمد، همچنان همین نالید. مردمان گفتند خستگی راه است و او به تن خویشندر همی دانست، یعنی خودشون میدونست که بیماره. چون محرم اندر آمد سال 11 از هجرت، بیماری بر او گرانتر شد و او را خبر آمد که سپاه روم به حد شام اندر بجنبیدند و همه سپاه ها گرد آمدند. او با اون بیماری مردمان را گرد کرد و بفرمودشان که بسازید تا به شام شدید. به به بسازید، یعنی آماده جنگی پیدا کنید، ساز و برق رو مهیا کنید، بسازید تا به شام شدید. این زبان فارسی چه میزان متین و فاخر و زیبا بوده، اینقدر سست شده امروز، چون ما آدم های سستی شدیم. آدم سست حرفش هم سست، فکر درخشان حرف کوتاه و موضوع واضح، فکر مهمل کلام مهمل، فکر مبهم کلام مبهم. ببینید بسازی تا به شام شوید. و اسامه ابن زید را بر ایشان امیر کرد و اسامه از بیرون
نشه لشکرها بزد